در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز غور این یکی از صدها مکتب می باشد که ساختمان ندارد. شاگردان این گونه در فضای کاملا باز درس می خوانند. سرنوشت ده‌ها هزار متعلم دختر و پسر در این ولایت کوهستانی این گونه است. 830 باب مکتب وجود داره که از جمله این 830 باب مکتب فقط 225 باب تعمیر داره که او هم مرکب از لیسه ها، ابتدایی ها، متوسط ها، ایتونیه که از یک قسم و از یک سنفی مکاتب مثلا این تعمیر داشته باشه، بلکه چند تای به حدود 110 باب مکاتب لیسه تعمیر داره و باقی مونده ابتدایی و متوسطه. دیگه به حدود 605 باب مکتب دیگه تعمیر نداره. آنگونه که مسئولان ریاست معارف غور میگویند حدود 186,700 تن در مکاتب این ولایت مصروف تعلیم هستند که از این میان 62,420 تن آنها دختران میباشند. بر علاوه این که اکثریت این شاگردان در فضای باز و یا زیر خیمه درس میخوانند، اما کمبود معلم مسلکی نیز از جدیترین مشکلات در برابر معارف این ولایت است. میز داشتیم، چاکی داشتیم، تعمیر داشتیم، کتابچه داشتیم، قلم داشتیم، کتاب داشتیم، همه چیز سیلابور. بسیار در سختی درس میخونیم، در مشکلات بسیار داریم. مکتب نداریم، میز نداریم، چاکی و قلم کتابچه نداریم که چی درس بخونیم. نمیتوانیم در فضای باز درس بخونیم. معارف غور در حال حاضر به 2000 معلم مسلکی نیاز دارد. امکانات میز، چوکی و مواد درسی برای شاگردان مکاتب فراهم نیست. این ولایت مرکزی انگار تافته جدا بافته از دیگر ولایت ها می باشد. سال هاست که این گونه در تمام بخش ها به ویژه معارف محروم مانده است. اگر تو فضای باز باشه نی شاگرد توجه به درس میره، نی استادم، هوا گرم، صبح میاین سرد، به گرمی هم میرم، چون خیلی درس موثری نمیشه که گفته استاد دا شاگرد ها درس برسن. غور از ولایت های سرد سیر کشور است که سرمای زمستان خیلی زود به سراغ باشندگان این ولایت میاید. در این گونه شرایط روند تدریس و آموزش برای ده ها هزار متعلم دختر و پسر در این ولایت دشوار میشود.